در ایران مقام های حکومت میگویند رسانه های خارجی تلاش کردند تا از بیماری کرونا برای دلسرد کردن مردم و کاهش تعداد رای دهندگان در انتخابات مجلس استفاده کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز پاره از این هم فراتر گذاشت و گفت دستگاه های ارتباط جمعی خارجی برای کاستن از مشارکت مردم از چند ماه پیش برنامه ریزی کرده بودند. گزارشی از همکارم هوشمند میرفخرایی. هنوز نتایج کامل 11 دور انتخابات پارلمانی در ایران که روز جمعه برگزار شد اعلام نشده، اما تمام شواهد به ویژه خالی بودن اکثر حوزه های رای گیری نماینده آن است که این انتخابات با کمترین میزان مشارکت مردمی در 4 دهه اخیر همراه بوده است. وزارت کشور ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات را 42.5% اعلام کرده است، اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با صفت افتی شدید از آن یاد کرده و یکی از سردبیران آن در توییتی از مردم در مورد اثر رد صلاحیت ها، فشارهای اقتصادی و بیماری کرونا بر کاهش مشارکت نظرخواهی کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز ضمن تشکر از آنچه شرکت گسترده مردم در انتخابات خواند گفت دشمنان جمهوری اسلامی ایران از 2 یا 3 ماه پیش تلاش کردند از بکارگیری ابزارهای گوناگون به ویژه فضای مجازی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت در رای گیری استفاده کنند. شورای نگهبان با رد صلاحیت نیمی از 14,000 نامزد که اکثر قریب به اتفاق آنها از میان روها و اصلاح طلبان بودند، رقابت حتی میان جناح‌های طرفدار نظام را به حداقل رساند و یا به کلی از بین برد و زمینه را برای پیروزی جناح تندرو و وابسته به سپاه پاسداران آماده کرد. اولین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی 2 روز پیش برگزار شد و بنا به اعلام وزارت کشور مرحله دوم این دور از رأی‌گیری پارلمانی در ایران در روز 29 فروردین ماه برگزار می‌شود. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.